سلام به روی ماهتون امیدوارم حالتون عالی باشه تو این ویدیو قرار واجه به چند تا ماسک خونگی برای درمان جوشای صورت با هم دیگه صحبت کنیم و مثل همیشه اگه به موضوعات پوست مو زیبایی سلامتی علاقه هستیم هستین خوشحال میشم که چنل یوتیوب هم سابسکرایب کنید ویدیو لایک کنید و در نهایت هر نظری انتقادی پیشنهادی داشتین تو قسمت کامنت برای من بنویسید بدون اینکه معطلی اتفاق بیفته سری میام سر اصل مطلب و ویدیوی الان اون رو استاد میزنم اولین ماسکی که میخوام بهتون معرفی کنم ماسک صورت زردچوبه و اصل هستش بچه ها ترکیب زردچوبه و اصل برای درمان جوش صورت فوقالعاده است چون خود اصل خاصیت ضد التهابی داره و خاصیت اکسیدانی و ضد میکروبی داره و در کنارش زرد هم خودش باعث میشه که جوش های صورتتون کمتر بشه و کمتر جوش بزنید. یعنی یه جورایی نقش درمان کننده برای پوستتون رو هم داره برای تهیه این ماسک خونگی یه قاشق غذاخوری اصل نصف قاشق چای خوبی زردچوبه رو با هم ترکیب میکنید این ترکیب رو به ده الا پونزده دقیقه رو پوست صورتتون میزنید و بعدش با آب ولم یا ساعت صورتتون رو میشویید ماسک بعدیمون روغن درخت چایه که ترکیبات ضد التهابی داره ضد میکروبی داره و باعث میشه که پوست صورتتون کاملا یک دست بشه اما یه نکته هست خیلی ممکنه که به روغن درخت چای آلرژی داشته باشن پس در از باشه قبل از استفاده اول از همه مقداری از روغن رو به دو تا سه قطره روی بازوتون اول بزنید اگر دچار خارش التحاب و یا خشکی یا عوامل دیگه نشدین نشون میده که شما آلرژی ندارید ولی بله هر گونه از این علائمی که گفتم رو داشتین نشون میده که آلرژی دارید و اصلا نباید روی پوست صورتتون این موضوع زده بشه برای این قضیه کافیه که واقعا درخت چای در صورت نبوده در اصل آلرژی و حساسیت واقعا درخت چای و بچه دو تا سه قطره به صورت دورانی روی پوست تمیز میزنید و بعد از غروش ده دقیقه تا یه صورتتون رو با آب ولرم یا آب سرد میشوید اگر که صورتتون احساس کرده چربش خیلی زیاده به جای صابون از ژل شستشوی مختص پوست چرب استفاده کنید یا میتونید از تونر استفاده کنید که منافذ پوستتون رو هم ببنده چون واقعا درخت چای سیستمش جوریه که منافذ رو باز میکنه تا آلودگی ها از پوستتون برداشته بشه ماسک بعدی مون چای سبز که بچه گیاه آلوورا هم باعث روشن شدن با پوست میشه هم باعث از بین رفتن جوش صورت میشه و پوستایی که حساس هم هستن و آلرژی دارن هم میتونن از این ماسک استفاده کنن کافیه که دو قاشق غذاخوری ژل آلوورا و با یه چای کیسه یک چای سبز که از قبل مثلا توی آب جوش و حالا رنگ گرفته با هم دیگه ترکیبش کنیم بعد فقط حجم در از اون بچه فنجونتون بعد خیلی کم باشه یعنی در از اون چای سبزتون رو خیلی زیاد نویزید مواد با هم خوب ترکیب کنید و بعد روی صورتتون بزنید راهکار دیگه چیه؟ میتونید بچه ها چای سبز رو به صورت خود در از گیاهش رو بخواید تهیه کنید که تاثیر اون باز به نظر من خیلی بهتر و بیشتر ماسک بعدیمون ماسک صورت جوی دو سر و بلقو هستش بلقو دو جوسر، جوی دو سر. ویتامین بی ویتامین ای و انواع پروتئین و مواد مدنی رو داخلش داره و باعث یک دست شدن پوست صورتتون میشه اول از همه بنزه دو قاشق خوبی روی آب جوش مواد جوی دوسه رو بویزید و بعد که شروع کرد قلقل کردن و یه خود جوش اومد صبر کنید تا کلا خنک بشه وقتی که خنک شد کل مواد رو صورتتون بزنید ماسک بعدیمون ما آووکادو و لیمو هستش بچه آووکادو خاصیت کولاجن سازی داره و لیمو هم خاصیت در چربی زدایی داره موادش وقتی با هم دیگه ترکیب میکنید خب در هم درمان جوشتونه هم باعث میشه که چربی و پوستتون تنظیم بشه برای این قضیه یه تیکه از آووکادو که به نظر هم نصف آووکادو کافیه با نصف اصابه یه لیمو کاملا با هم دیگه مخلوط کنید تاثیر بیشتر و اگه میخواید یه آشاق غذا خوبی اصلا همش اضافه کنید مواد با هم ترکیب کنید بذارید 15 دقیقه رو پوست صورتتون بمونه در نهایت صورتتون با آب بدن یا سرد ماسک بعدی ما آلوبرو و زغال که بچه زغال از ماسک زغال منظورمه چربی اضافه تو پوستتون رو کاملا از بین میبره به ماسک زغالتون که حالا میتونید از خونه تهیه کنید دو قاشق غذاخوری ژل آلوورا اضافه کنید مواد رو با هم ترکیب کنید رو کل صورتتون بزنید و بذارید 10 تا 15 دقیقه رو روی صورتتون بمونه در نهایت با آب ولرم یا آب سرد صورتتون رو بشویید این کار باعث درمان جوشاتون میشه ماسک آخر ماسک پور بیوتیک هستش و خیا بچه ماسکی که داخلش ماست پور بیوتیک داشته باشه به خاطر داشتن ویتامین ای و ویتامین ب5 و همینطور حالا موادی که داخل ماست پور بیوتیک هستش صورتتون رو درست پاکسازی میکنه و باعث کم شدن تعداد جوشا و پوستتون میشه خیال خاصیت آبرسانی داره و باعث خاصیت در از بینرفتن تیرگی و لک داره باعث روشن شدن پوست صورتتون میشه و التیام بخش هم برای جوشای صورتتون هست یادتون باشه مواد رو با هم ترکیب کنید بذارید 15 دقیقه رو پوست صورتتون بمونه در نه صورتتون رو با آب بلن یا صد بشون یادتون باشه آخر تمامی ماسکایی که بهتون گفتم از یا آبرسان و یا, یا, یا کرم مرتوب کننده برای جلوگیری از خوش شدن پوستتون حتما استفاده کنید مرسی از اینکه تا این ویدیو همراه من بودید مثل همیشه اگه به موضوعات پوست مو زیبایی سلامت علاقه من هستید و اگه تا الان چرا یوتیوب هم سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید ویدیو لایک کنید حتما برای عزیزانتون شیر کنید و اگر سوالی هم داشتید تو کامنت کامنت ازم بپرسید